سلام، با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد غلام رضا خوشرو کردان کردیه، ملقب به خفاش شب، یکی از معروفترین قاتلان زنجیره ایران. پس با ما همراه باشید. من شهریار هستم، اینجا پرژن فورس. راستی ممنونم که با زدن دکمه سابسکرایب پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با لایک کردن کارها به ما انرژی میدید و از همون حمایت میکنید. غلام رضا خوشرو زاده 1 آذر ماه 1343 در فاروج، معروف به خفاش شب، از معروفترین قاتلان زنجیره ایران. به قطعهای زنجیره خود رو که همراه با سرقت و تجاوز جنسی بود از سال 1371 در تهران آغاز کرد. یک بار در سال 71 دستگیر شد ولی از چنگ ماموران گریخت و بار دوم سال 76 دستگیر و به اتهام 9 فقره قتل اعدام شد. البته وی در دادگاه تنها به یک مورد سرقت ماشین و تقسیم اموال مسروق اقرار کرد و قتل‌ها را کار شخصی به نام حمید رسولی می‌دانست. در نخستین روز آذر ماه 1343 در یکی از روستاهای فاروج به دنیا آمد. او در تهران ازدواج کرد اما در پی بد اخلاقی ها از همسرش جدا شد و به خراسان بازگشت. در سال 61 به اتهام سرقت در نیشابور دستگیر شد و بعدها نیز به اتهام جاسوسی برای روسیه که خود آن را عنوان کرده بود زندانی شد. در سال 71 بار دیگر غلام رضا خوشرو به تهران آمد و این بار بود که تا هنگام دستگیری قطعهای زنجیره‌ای خود را آغاز کرد. او با پوشیدن لباس سیاه و سرقت یک خودرو مسافرکشی می‌کرد. پس از سوار کردن دختران جوان و زنان، آنها را به محل خلوتی می‌کشاند و پس از سرقت وسایلشان و آزار آنان، طعمه‌های خود را به قتل می‌رساند. سپس اجساد آنها را در محل خلوتی می‌سوزاند. او بارها دستگیر شده بود اما با دادن نام‌های مختلف بارها ماموران را فریب داده بود. در سال 71 به دنبال شکایت چند دختر جوان مبنی بر اینکه دو مرد پس از سوار کردن آنها به عنوان مسافر طلاها و پولهایشان را سرقت کرده و برخی را نیز مورد تجاوز قرار دادند، ماموران تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند و پس از چند روز تعقیب و مراقبت و در یک درگیری مسلحانه دو تن را که اقدام به این اعمال جنایتکارانه کرده بودند دستگیر کردند. این دو نفر به نام‌های علی کریمی و غلام رضا خوشرو که آن زمان خودش را مراد نادری معرفی کرده بود، در بازجویی به چندین فقره تجاوز و سرقت مسلحانه اعتراف کردند. غلام رضا خوشرو همان سال و در هنگام مراجعه به دادگاه با فریب ماموران محافظ گریخت، ولی رفیقش علی کریمی در اسفند ماه همان سال به دار مجازات آویخته شد. غلام رضا خوشرو کوران کردیه، معروف به خفاش شب، ساعت 22 روز پنجم تیر ماه 76 به دست بسیجیان پایگاه شهید نظری ناحیه 10 شهری سپاه ناحیه غرب تهران در منطقه پونک دستگیر شد و پس از انتقال به آگاهی غرب تهران بود که راز قتل‌های دختران و زنان جوان را فاش کرد. در ابتدا حتی هویت غلام رضا خوشرو مشخص نبود. به خاطر همین هم در مطبوعات به او لقب خفاش شب داده بودند. رئیس پلیس وقت تهران در برنامه تلویزیونی در شهر که از شبکه تهران پخش می‌شد، با توجه به اظهارات خود وی او را از اتباع افغانستان معرفی کرد و به همین دلیل بسیاری از مهاجرین در تهران و سراسر ایران مورد حمله و صدمات مالی و جانی شدند و اموالشان توسط ایرانی‌ها غارت شد و هرگز دولت ایران واکنشی در مورد این جنایت علیه مهاجرین افغان نشان نداد. ولی سپس با چاپ تصاویر غلام رضا خوشرو در روزنامه ایران، یکی از بستگان غلام رضا خوشرو را شناسایی کرد و کپی شناسنامه او را در اختیار روزنامه ایران قرار داد و به این شکل هویت اصلی خفاش شب شناسایی شد. غلام رضا خوشرو که به خفاش شب تهران معروف شده بود، هیچگاه اقرار به ارتکاب قتل‌های یاد شده نکرد و در تمام مراحل بازجویی، محاکمه و حتی گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که همدستش به نام حمید رسولی قتل‌ها را مرتکب شده و او تنها سرقت می‌کرد و احتمالاً روابطی هم داشتند. وی طی دو جلسه دادگاه در مجتمع قضایی امام خمینی توسط شعبه 35 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. دادگاه وی یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های تاریخ ایران بود که به شدت مردم را متأثر کرد. اتهامات وی 9 فقره قتل، تلاش برای قتل خواهرزاده خردسال خود با قرار دادن وی در کشو، فرار از دست ماموران در سال 72، سرقت و تجاوز اعلام گردید. تمام مراحل دادگاه جز رسیدگی به اقدامات منافی عفت وی به طور علنی برگزار شد. خوشرو
در 22 مرداد 76 پای چوبه دار رفت. در حالی که روی کاغذ نوشته بود به هیچ کس بدهکار نیستم و از کسی هم طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم. وی در شرایطی که 214 ضرب شلاق خورده بود به دار آویخته شد. غلامرضا خوشرو کردان کردیه در ساعت 7:45 دقیقه روز چهارشنبه 22 مرداد 76 در چهار دیوار انبار روباز ورزشگاه آزادی واقع در سراح دهکده المپیک به دار مجازات آویخته شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون ما رو حمایت بکنید.